وضعیت اتاق فاطمه هستش بعد از اینکه اخبار اعلام کرد که کنکور تعویق افتاده. ببین کتاباشو به چه روزی انداخته. سرنوشت پرفراز و نشیب کنکور در ایران. یک روز بعد از اعلام خبر تعلیق احتمالی، ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد آزمون ورودی در موعد مقرر برگزار می شود. متقاضیان شرکت در کنکور زیر فشار روحی این برزخ. در ادامه برنامه امشب، گزارش اختصاصی نفیسه کوهنورد، خبرنگار ما در بیروت از دیدارش با خانواده‌ای که 3 نفر از اعضایش در انفجار هفته پیش جان باختند. واکنش بازار بورس تهران به لغو عرضه سهام پالایشگاهی در دقیقه 90. شاخص سهام بورس بیش از 3% افت کرد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. بنابر خبری که لحظاتی پیش منتشر شد، ستاد کرونا با تغییر تاریخ کنکور مخالفت کرد و کنکور در زمان موعد برگزار می شود. دیروز وزارت‌های بهداشت و علوم از تعویق 1 ماهه کنکور کارشناسی خبر داده بودند. مسئله کنکور از آن مسائلی است که طرف‌های بسیاری در آن دخیلند. دانش آموزان و خانواده‌هایشان، دولت و نظام بهداشت و درمان، مراکز آموزشی کنکور و دانشگاه‌ها و البته نظام سربازی. به همین دلیل هم تصمیم برای برگزاری تعویق یا لغو کنکور تصمیم بسیار پیچیده است. از یک طرف اصرار به برگزاری کنکور خطرات جانی دارد و از طرفی هم برگزار نکردن و یا حتی تعویقش فشار روحی و اضطراب بیش از 1 میلیون متقاضی و خانواده هایشان را افزایش می دهد. آیا رعایت مقررات بهداشتی برای تضمین ایمنی متقاضیان کافی است؟ بیشتر به این موضوعات می‌پردازیم به همراه مهمانانمان، کامیار علایی، رئیس انستیتوی بهداشت جهانی و آموزش بین‌المللی از لس آنجلس. با مساق علایی، به نظر میاد که تغییر سیاست در رابطه با برگزاری کنکور به کرات در چند روز گذشته اتفاق افتاده. در ابتدا دیروز دیدیم که وزارت بهداشت و وزارت آموزش عالی اعلام کردند که پروتکل هایی که ازشون خواسته شده سخت گیرانه است، یک ماه فرصت خواستن، اما الان میشنویم که ستاد مقابله با کرونا گفته که نه، کنکور در همون تاریخ مشخص برگزار میشه. فکر کنید که علت چیه؟ این پروتکل ها چیه که اینقدر مسئله ساز شده؟ من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. به نظر من بحث کنکور متاسفانه سیاسی شده و ما رو به یاد 6 ماه پیش میندازه، وقتی که اولین موارد در قم شناسایی شد و اونجا بحثی بود که آیا قم قرنطینه بشه یا نشه، و با وجود اینکه توصیه‌های کارشناسان در واقع بهداشتی این بود که باید قم قرنطینه بشه، به خاطر ملاحظات سیاسی قم قرنطینه نشد و نتیجه‌اش رو ما امروز می‌بینیم که بیش از 15 میلیون نفر در ایران مبتلا شدن و بر اساس آخرین گزارشی که خود در واقع شما اعلام کردن 42,000 نفر حداقل کشته شدن. همین بحث هم در کرونا در مورد کنکور هست که متاسفانه با وجود این که اعلام شد که نمی‌شود 1.5 میلیون نفر رو زیر یک سقف برای ساعت‌ها جمع کرد بدون اینکه اونها رو در معرض خطر کرونا قرار نداد، و ما می‌بینیم که با وجود اینکه مجلس میاد و اینجا می‌خواد کمک بکنه و خود وزارت علوم که متولیه برگزاری هست دیروز تصمیم میگیره که عقب بندازه، جای تعجبه که کمیته در واقع ستاد کمیته کرونا که در واقع رهبریش با در واقع رئیس جمهور و در واقع وزارت بهداشت هست اینجا میاد مخالفت میکنه، و به نظر من اینجا نقطه بسیار تاریکی خواهد بود در این تصمیم گیری اگر واقعا این مقاومت رو ایجاد بکنن که کنکور به عقب نیفته، چون جان جوانهای ما، این جوانها آینده سازان مملکت هستند، در خطر قرار میگیره، و نه تنها برای خودشون، برای اعضای خانوادهشون، چون میدونین که وقتی ما میگیم 15 میلیون مبتلا هستن، از هر 5 نفری که اطراف یک نفر هستن که رو صندلی آزمون نشسته یکیشون مبتلا هست و به راحتی این فرد میتونه به خانواده ببره، و چون کنکور سراسر کشور رو ما در معرض قرار میدیم.
آقای علایی، به هر حال مسئله دیگه ای هم که هست اینه که کنکور لغوش یا برگزاریش هر کدومش تبعات داره. اشاره کردید به تبعات احتمالی خطرناک جانی، اما از طرفی هم ما در 24 ساعت گذشته که بسیاری از دانش آموزا فکر میکردن کنکور به تعویق افتاده، از پیام هایی دریافت کردیم مبنی بر فشار شدید روحی روانی که دارن تجربه میکنن، اینکه یک سال درس خوندن، خانواده ها هزینه کردن و دوباره باید انتظار بکشن. از پدر مادرهای زیادی شنیدیم که میگفتن فرزندانشون از لحاظ روحی در جای نیستن که بتونن یک ماه دیگه تحمل بکنن برای برگزاری کنکور. به هر حال هر دو تای این تبعات جدی میتونه باشه برای جوانان. ببینید، قطعا فشار روحی روانی هست، جای در واقع سوالی نیست که ما قطعا اونایی که زحمت کشیدن نگران هستند، ولی شما میدونید که سلامتی مهمترین مسئله هست. همین فردی که نگران کنکورش هست که اگر یک ماه به تعویق میفته دچار مشکل روحی روانی بشه، اگر مبتلا بشه و پدر مادرش مبتلا بشن و پدر مادرش از دست بده، قطعا مشکلات روحی روانیش بیشتر خواهد بود. و از طرف دیگه هیچ کس نگفته که کنکور بیفته سال دیگه. به راحتی میتونن کنکور را 2 ماه 3 ماه به تعویق بندازن، به عنوان مثال بزنن توی آبان ماه، و به جای اینکه ترم تحصیلی دانشگاهی رو برای در واقع پذیرفته شدگان جدید از مهر شروع کنن، میتونن از بهمن شروع کنن یا از دی ماه شروع کنن. و خب تبعات دیگه داره، چون بسیاری از کارشناسان نگران این که در پاییز و زمستان میزان ابتلا افزایش هم پیدا بکنه، یعنی ممکنه شرایط از امروز هم بدتر بشه. ببینین، قطعا شرایط از امروز بدتر نخواهد شد، و از طرف دیگه ما وقتی که 3 ماه 4 ماه به عقب بندازیم، زمان بیشتری داریم که با دقت ما این پروتکل ها رو رعایت کنیم. همونطوری که میدونید هنوز اینا نتونستن فاصله 2 متری رو رعایت کنن، فاصله 1.60 رو دارن، و در پاییز خیلی از افراد مبتلا به سرماخوردگی یا عفونت های دیگه میشن که خود اون به صورت موقتی میتونه محافظت کنه از مسئله کرونا. و از طرف دیگه ممکن تا 2-3 ماه دیگه خود بحث واکسن پیش بیاد. به خاطر همین ما نباید به خاطر اینکه 4 ماه دیگه چه اتفاقی میفته، خطری رو که امروز میبینیم رو در واقع چشم‌پوزی ازش بکنیم. به خاطر همین به قول معروف، به قول ضرب المثل ایرانی، از این ستون به اون ستون فرجی هست. برنامه‌ریزی میتونن به دقت بکنن. من پیشنهادم این هست که در آبان ماه برگزار بشه، ترم تحصیلی از بهمن شروع بشه تا اردیبهشت، از خرداد هم تا مرداد ترم دوم شروع بشه. به راحتی با 3 ماه 4 ماه جابجایی و برنامه‌ریزی دقیق، ما دیدیم که در خود کنکورهای دکترا یا فوق لیسانس 20% 30% شاکی بودن که به دقت این برگزار نشد. آقای علایی، بحث این پروتکل ها هم به نظر میاد که توافق قطعی روش نیست. فرضاً میدونیم که بعضی از کشورها فاصله گذاری اجتماعی 1 متر براشون کافیه، بعضی از کشورها 2 متر براشون کافیه. شنیدیم در ایران در رابطه با کنکور 1.60 متر بوده، بعد گفته بودن بعد 2 متر بشه. یکی از مسائلی که الان مطرحه اینه که بسیاری از این پروتکل ها متفاوت از همدیگه است، و در همین شرایط بسیاری از مراکز باز شده، میدونیم خیلی از پروازهای بین المللی در جریانه. چطور میشه که فرضاً پروازها در جریان باشه ولی کنکور رو بگیم خطرناکه و نباید انجام بشه؟ فرق اینا در کجاست؟ ببین، فرق اینها در این هست که خیلی از پروازها توسط شرکت‌های خصوصی برگزار میشه و اونها در واقع اولویت اولشون این هست که ورشکسته نشن. اما کنکور توسط دولت برگزار میشه که وظیفه دولت حفظ سلامتی افراد هست. به خاطر همین نمیشه این دوتا رو با هم مقایسه کرد. و از طرف دیگه ما اگه وقتی بررسی کنیم و میدونیم در طی زمان میزان نفوذپذیری ویروس افزایش پیدا کرده، حتی در ژاپن هم گزارش شده، فاصله هر چقدر بیشتر باشه بهتر. قطعا فاصله 2 متر از فاصله 1 متر بیشتر هست. هیچ کس نمیگه فاصله 2 متر بسیار در واقع میتونه محافظت کننده کنه، ولی این حداقل فاصله است که بر اساس مطالعات تایید شده و ما نباید در اینجا ملاحظه کاری کنیم. چون من میگم به راحتی شما 1.5 میلیون نفر در معرض ابتلا قرار میدید و 2 هفته بعدش تعداد بسیار زیادی از خانواده این عزیزها مبتلا میشن. و من به این کنکوریای عزیز
توصیه میکنم. من خودم کنکوری بودم، خیلی دانشگاه مختلف رفتم، 5-6 تا دانشگاه رفتم و میدونم چقدر نگران کننده است که شما یک سال زحمت کشید. ولی نگاه کنید، اگر کاری کنید که خانوادهتون، پدر مادر عزیزتون مبتلا بشن و خدای نکرده از دست بدین، اون بارش بسیار بیشتره. متشکرم. کامیار علایی، رئیس انستیتوی بهداشت جهانی و آموزش بین الملل، ممنون از شما. اگر که الان به برنامه 60 دقیقه پیوستید، اعلام کنم که در دقایق گذشته به گزارش خبرگزاری ایسنا اعلام شد که کنکور کارشناسی در موعد مقرر قبلی و بدون تغییر قرار برگزار بشه. این به دلیل مخالفت ستاد کرونا با تغییر تاریخ کنکور بود. اما تا دقایق قبل از برنامه 60 دقیقه بسیاری تصورش این بود که کنکور قرار به تعویق بیفته و بسیاری از دانش آموزان و خانواده ها نگران این تعویق بودند و این سردرگمی که ایجاد شده. عده‌ای برای ما از نگرانی هاشون گفتن که اونها رو با هم بشنویم. اینا چجوری میتونن برای یه نفر که مثلا میخوان یه تشییع جنازه انجام بدن، یا یه نفری فوت میشه، یا یه کاری انجام میخوان بدن، این همه میتونن تمهیدات و مقدمه چینی بکنن و کل پرسنلشون رو آماده باش بدن؟ اینم کار کمی نیست. جوانای این کشور آینده سازای به قول اینها این کشور هستن و میتونستن اون تاریخ، اینکه این عوض کردن این تاریخ، مگه از شهریور یه ماه بعد کرونا از بین میره؟ آیا کرونا کسی هستش اطمینان خاطر بده که کرونا یک ماه آینده کاملا از کشور پاک میشه یا حتی آمارش میاد پایین؟ سلام، من آیشم از زایدان تماس میگیرم. میخواستم بگم من موافق تعویقم، چون که وقتی که آخر مرداد اگه بخوان بگیرن، هوا اینجا خیلی گرمه. اینجا هم بچه ها بیشترشون بیماری تنفسی، پوستی، همه چیز دارن. من نمیدونم چجوری میخوان سر جلسه 4 ساعت با الکل دووم بیارن. اون ماسک سلایه هم که میگن احتمالا ما خیلی نمیتونیم باش دووم بیاریم. اما برای گفتگوی بیشتر، سعید محیطفر، استاد پیشین جامعه شناسی دانشگاه تهران با ما پیوستند. آقای محیطفر، خوش آمدید به برنامه. شنیدید که تقریبا تا کمتر از 20 دقیقه پیش تصور برای این بود که کنکور احتمالاً یک ماه عقب میفته، اما الان اعلام کردن که کنکور در تاریخ قبلی برگزار میشه. شنیدیم از نگرانی های دانش آموزا. این ابهام، این تغییرات دائمی چه تأثیری بر روحیه دانش آموزا میذاره؟ با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. در واقع در ایران اساساً کنکور یک مرحله بسیار بسیار مهمی است که فرد باید از اون عبور کنه و بسیار از افراد در این جامعه باید از اون عبور کنن. بنابراین به عبارت میشه گفت یک نقطه عطفی در زندگی افراد هست که اونها رو از دوران بچگی که واقعا بایستی بازی کنن، تلاش بکنن و کارهای دیگه انجام بدن، خانواده ها به امید عبور فرزندانشون از کنکور تلاش کردن، فرصت های زیادی که اونها میتونستن صرف کارهای دیگه بکنن، اونها از اونها اخذ شده. در مجموع اونها الان به یک مرحله میرسن که در واقع اون مرحله سرنوشت ساز به حساب میاد برای اونها. خب حالا شما در نظر بگیرید که هرچه که افراد از آغاز اون دورانی که خانواده و نظام آموزشی برای اونا تعریف میکنه که شما وارد این در واقع رقابت کنکور دارید میشید، یعنی از همون گاهی اوقات الان کشیده شده به دوران مهد کودک تا نزدیک به کنکور که میشیم، هرچه که نزدیک تر میشیم در واقع افراد فشارهای بیشتری برایشون وارد میشه، هم خانواده ها هم در واقع دانش آموزانی که در واقع خانواده ها و جامعه برایشون تعریف کرده که این مرحله مرحله سرنوشت سازه، یعنی شما در واقع باید تمام عمرتون رو در گرو در واقع ورود از این مرحله قرار بدید. ببینید، بنابراین جامعه تمام فشارهای خودش رو روی خانواده ها، روی جوانان میگذاره برای اینکه در واقع اونها رو از این مرحله عبور بده. حالا شما رو در نظر بگیرید که تمام این فضایی که خب از قبل وجود داشته بیاد و استرس هایی که نزدیکی به کنکور برای افراد ایجاد میکنه رو هم در نظر بگیریم، حالا یه دفعه ما مواجه میشیم با مسئله کرونا و در واقع تصمیم گیری های متناقض و گاهی اوقات تصمیماتی که باعث میشه که افراد میزان استرس ها و فشار هاشون به شدت افزایش پیدا کنه.
من میخوام عرض کنم مثلا فرض کنم اگر از اول سال بحث این بود که به هیچ وجه ما زمان کنکور رو تغییر نمیدیم، خب دیگه افراد کاملا خودشون رو با این فضا آداپته میکردن و سعی میکردن که به هر ترتیب خودشون رو برای اون آماده کنن. ولی این که تا چند روز قبل از برگزاری کنکور همچنان فضای ابهام، فضای تردید، اینکه کی میخواد برگزار بشه، برگزار میشه، به عقب میفته، یه عده میگن عقب میفته، میگن که نه سر موقع برگزار میشه، خود این ببینید چه فشار سنگینی رو به دانش آموزان وارد میکنه. درسته. آقای محیط فرفک میکنید که این در واقع این آشوب در سیاست گذاری از کجا میاد؟ ما از یک طرف از وزارت علوم و وزارت بهداشت میشنویم که کنکور به تعویق افتاده، از اون ور یعنی اینا حتی با همدیگه هماهنگ نمیکنن، قبل از اعلام موضع، قبل از ایجاد این میزان تنش بین دست کم 1 میلیون متقاضی. ببینید این مسئله فقط مربوط به داستان کنکور نمیشه، تو همه زمینه‌های مشکل هست. حتی در مواجهه با کرونا ما تضادهای جدی و میشه گفت تعارض در تصمیم‌گیری‌های فراوان داریم. یه گروه مثل وزارت بهداشت درمان اونم بخش‌هایش اون رو جدی میگیرن، دولت بخش‌های دیگرش اون رو رها میکنه. بنابراین این متاسفانه پارادوکس و تصمیم‌های متناقض در فقط عرصه کنکور نیست، در همه زمین‌ها امروز در واقع اینو بلا تکلیفی در همه زمین‌ها هست. شما در همین قضیه بورس رو در نظر بگیرید، همین چند روز اخیر بحث این بود که نمی‌دونم دولت می‌خواد بیاد نمی‌دونم فرض کنید دارایی دوم رو اضافه کنه، بعد یه دفعه در روز موعود که بوق‌ها و سر و صدا و اینها که روز دوشنبه چه خواهد شد فرا میرسه، یه دفعه اعلام میشه که نخه، مثلا یه دستگاه اعلام میکنه همچین چیزی وجود نداره. یعنی این بلا تکلیفی فقط در عرصه کنکور نیست، در همه عرصه ها امروز در واقع افراد رو دچار چنین ابهام و مشکلات کرده. سوال دیگه ای که مطرح است آقای محیط فرکی، که به هر حال از حالا به قولی بهمن به قولی اسفند کرونا در ایران وجود داشته، چی میشه که تا نیمه مرداد ماه مقام ها تصمیم نمیتونن بگیرن راجع به برگزاری کنکور؟ ببینید اینجا باز خودتون استهزار دارید. فرض کن در عرصه‌هایی که دولت احساس میکنه که اگر بخواد باز نکنه اونجاها ممکنه که مشکلات جدی اقتصادی و امنیتی و اینها به وجود بیاد، اونجاها نسبتاً در واقع تکلیفش مشخصه، اعلام میکنه که نه عادی است، مسائل در واقع همیشه جریان داره. ولی در یه عرصه‌های دیگه خصوصا عرصه دانشگاه دولت در واقع احساس می‌کنه حالا دانشگاه تعطیل هم باشه یا مثلا فصل دانشجو فعال هم نباشن چه ضرری می‌خوره. بنابراین اینجا راحت‌تر می‌تونه بگه که مثلا فصل فرمود اصلا کلاس‌ها غیر حضوری یا مثلا کنکور برگزار نشه یا بشه. بنابراین ببینید اینها مشکلاتی هستش که متأسفانه در تصمیم‌گیری‌ها وجود داره. یعنی یه عرصه‌ای هستش که عرصه‌ای است که حاکمیت به هر حال خیلی جدی میخواد که به خاطر عدم بحران‌ها فضا رو باز بکنه، ولی در یه زمین‌ها راحت میاد تصمیم میگیره و کار رو عقب میاندازه. بنابراین متاسفانه مشکل اصلی این هستش که ما در همه زمین‌ها من جمله این زمینه دچار تناقض و تعارض تصمیم‌گیری هستیم. و اون وقت ببینید واقعا دانش آموز ما یا اون جوان ما چه بر سرش خواهد آمد. من بحثم بر سر این نیستش که حالا کنکور رو برگزار کنیم، آبان برگزار بکنیم یا کی. ببینید اساسا همین الان جوان ما با توجه به اینکه این قضیه به عقب افتاده تو ذهنش همین الان دوباره به این ذهن میاد که ممکنه آبان هم عقب بیفته، ممکنه بره آذر، آذر هم عقب بیفته. ببینید این حالت تردیدها و بحرانها چه بر سر جوان میکنه که میاره که سالهای سال زیاد از عمر خودش رو برنامه ریزی کرده برای این مقطع، حالا ما این مقطع رو میبریم جلو میبریم عقب، میبریم جلو میبریم عقب، و با این جوان چه میکنیم؟ یک سال دیگه آقای محیط فر، با توجه به اینکه به هر حال سالهاست بحث کارآمد بودن کنکور مطرحه، فکر میکنید که چرا مقام ها اصرار دارن که اصلا کنکور رو به این شکل برگزار بکنن در چنین سالی؟ خیلی از دانش آموزا میدیدم که میگفتن که خب اصلا چرا تو این شرایط فرزند بر اساس میانگین معدل تصمیم گیری نمیکنن، چرا از این فرصت استفاده نمیکنن که اصلا ساختار کنکور رو متحول کنن؟ خب
خب این هم نکته مهمی است. در واقع بارها بحث این بوده که خب وقتی که دانش آموزان رو میتونیم در مثلا مقاطع مختلف به صورت متمرکز ازشون امتحان بگیریم و نتایج امتحانا رو برای دانشگاه و ورودشون در اختصاص بدیم، چرا بیان کنکور برگزار کنیم؟ اینجا چند تا مشکل هست. یه مشکل اصلی خود این اقتصاد کنکور هست که در واقع از همون دوره مهد و کودک شروع میشه، میاد تا در واقع وقتی که این دانشجو میشه و فرد از این مرحله عبور میکنه. یعنی از همون زمان ببینید اقتصاد کنکور چه تو مهد کودک هم داره کاسبی میکنه، تو دوره ابتدای کاسبی میکنه، تو متوسط کاسبی میکنه، تو پیش دانشگاهی کاسبی میکنه. بنابراین این اقتصاد کنکور چیزیه که احتمالاً به خاطر مثلا میزان مداخله ای هم که این اقتصاد در دولت و در نهادهای دیگه داره، خود همین یکی از عواملی است که نمیگذاره که در واقع اون تصمیمات دیگه اتفاق بیفته. در کنار اون نکته دیگه ای که هست اینه که متاسفانه بعضیا میگن که از اونجا که این چند پارگی و چندگانگی در واقع در عرصه‌های مختلف ممکنه که باعث بشه که افراد اونطوری که باید در یک رقابت یکسان و یک جانبه قرار نگیرن، به همین دلیل تاکید میکنم برای اینکه کنکور تنها جاییه که میشود افراد رو به دور از بقیه ملاحظات دیگه با همدیگه مقایسه کرد و در رقابت قرار داد، که البته این هم خودش دارای اما و اگرهای فراوانی است، ولی به هر حال این روی کرده دوم که تأکید میکنه برای اینکه کنکور باید باشه، تا کنون توانسته هم در حوزه اقتصادی و در هم حوزه آموزشی غلبه پیدا بکنه. صحیح. متشکرم. سعید محیط‌فر، استاد پیشین جامعه شناسی دانشگاه تهران به من. یک هفته بعد از انفجار بیروت، ساکنان این شهر در محل وقوع حادثه جمع شدند تا به احترام کشته‌های این حادثه شمع روشن کنند. امروز در ساعت وقوع این حادثه ناقوس‌های کلیساها به صدا درآمد و از مساجد اذان پخش شد. در حادثه هفته پیش دست کم 220 نفر کشته و عده زیادی مفقود شدند. همچنین با وجود استعفای دولت، گزارش‌هایی از درگیری بین مردم و نیروهای امنیتی منتشر شده. لبنانی‌ها انفجار هفته پیش را نشانه ناکارآمدی حکومت می‌دانند و در این مدت بارها برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند. نفیسه کوهنورد خبرنگار ما از بیروت به ما پیوسته. نفیسه، شاهد برگزاری آن مراسم یاد بود بودی؟ بودم و انتظار می رفت رنا که امروز به احترام کشته شده های حادثه اینجا تجمع نشه در مقابل ساختمان پارلمان و میدان شهدا که من الان هستم، اما از همین چند دقیقه قبل دوباره اینجا تنش ها بالا گرفته، گرچه تعداد تظاهر کننده ها بسیار کم هست، اما همچنان برای دقایقی تنش بسیار بالا گرفت و گاز اشکاور زیادی زدن. امروز صدای اذان، اذان متفاوت از همیشه رو اینجا از مساجد میشد شنید. اذان کامل نبود، فقط الله اکبر میگفتن، اما چند دقیقه بعد از این اذان شروع شد که کلیساها هم زنگهاشون و ناقوسهاشون رو به صدا در آوردن. در بندر، در محل انفجار یعنی بندر بیروت، هم مراسمی برگزار بود که لحظه انفجار، صحنه انفجار رو پخش کردن براشون، برای کشته شده ها شمع روشن کردن. کشته شده هایی که بخششون اصلا لبنانی نیستن، حدود حداقل 34 نفرشون کسانی هستن که به اینجا پناه آورده بودن، پناهجوها و به خصوص پناهجوهای سوری بودن. در آن بندر برای کسانی که حتی اجسادشون پیدا نشده هم یک مراسم تشییع جنازه سوری برگزار شد، برای اینکه خیلی ها هنوز مشخص نیست که واقعا اجسادشون کجاست. به ویژه 9 آتشنشانی که در اونجا بودن، از 10 آتشنشانی که برای فرونشاندن آتش به محل حادثه فرستاده شده بودن، اول فقط تا الان جسد یکی از اونها پیدا شده. 3 تا از این آتش نشان ها رنا اعضای یک خانواده بودن که ما به دیدار اونها رفتیم و واقعا قصه شون دردناکه.
این لحظات قبل از ویرانی بیروت است. ویدیویی که یکی از آتش نشانهای آن را گرفته که برای فرو نشاندن آتش اولیه به بندر اعزام شده بودند. تنها چند دقیقه قبل از فاجعه. این آخرین عکس دست جمعی 10 آتش نشانی است که خود در شعله های انفجار سوختند. حالا آتش به جان این خانه افتاده که 3 آتش نشانش را از دست داده. نجیب و شربل هتی که پسر عمو بودند و شربل کرم که شوهر خواهر نجیب بود. مادر نجیب میگوید آنها یک روح در 3 بدن بودند و همیشه با هم. یک رو به 6 صبح بیدارش کردم. اونم مثل همیشه پسرمو و شوهر خواهرش رو بیدار کرد و ستایی رفتن و دیگه بر نگشتن. اونا به عشق هم آتش نشان شده بودن. وقتی حادثه رو شنیدم از مریم مقدس خواستم که فقط پسر من کشته شده باشه. چون شربل 2 دختر و همسری جوون داره. هنوز دعا میکنم که شاید خدا اون 2 دیگر رو برگردونه. حتی اگه پسر من رو برده باشه. این خانواده هم مثل هزاران لبنانی از ناکارآمدی دولت و آنچه فرزندانشان را به کام مرگ فرستاد خشمگینند. اونها را از ما گرفتن و الان میگن اونا شهید شدن. اگه اینطور بود براشون گریه نمی کردم. اما دولت ما بهشون خیانت کرد. مقامات میدونستن اونجا اون همه مواد خطرناک است، اما بچه های ما را فرستادن بدون اینکه بهشون اطلاعات درست بدن. الان میدونیم که اونها وقتی اونجا رسیدن تازه فهمیدن که با چی مواجهن و بلافاصله به بقیه همکاراشون گفتن که نیان. اونا با مرگشون جون خیلی ها رو نجات دادن، ولی دولت باید جواب بده چرا چنین خیانتی کرد. هنوز حتی اثری از جسد هیچ کدام از این 3 نیست. اینجا در بندر بیروت تیم‌های امداد و نجات آخرین تلاش هایشان را برای پیدا کردن باقی مانده کشته شدگان ادامه می دهند. اما اعلام کرده اند که دیگر امیدی به زنده پیدا کردن کسی نمانده و به زودی شاید کار را متوقف کنند. بعد از روزها جستجو تنها جسد یکی از آتش نشانها پیدا شده. خانواده هتی مثل خانواده بسیاری از مفقودان حادثه روز اول هنوز امیدوار بودند. آنها همه بیمارستان‌ها را زیر پا گذاشتند. اگه امیدی به زنده پیدا کردنشون داشتیم الان دیگه نداریم. هنوز مادرم، مادر شوهرم، خانواده عموم هنوز امیدوارن. من اما امیدم قطع شده. امداد و نجات 2 روز اول ساعت 7 دست از کار کشیدن چون تاریک بود و کمک کافی نداشتن. فقط خودم آروم میکنم که اونا قهرمانن. ابطال و ملک و حراس بالسما. هیدن هر خطبتنا. کنیت هون بشنینه. کارلن حالا هم به سوگ برادر نشسته و هم همسر. و هیدن خیلیه. قبل ما ينزل على ال قبل از اینکه راه بیفتن سمت بندر، شوهرم تصویری زنگ زد. خوشحال بود و میخندید. گفت دارن یه آتیش کوچیک رو خاموش میکنن. با دختر بزرگترم که 5 سالشه هم صحبت کرد. بهش دوستای آتش نشانش رو نشون داد. همه خوشحال بودن. شوهرم راننده یکی از این ماشینا بود و برادرم راننده اون یکی. با هم کلکل میکردن که کی زودتر میرسه. الان دخترم مدام میپرسه که بابام کجاست. بهش میگم اون هنوز سر کاره، اما دیگه اونم باور نمیکنه. میگه مگه قرار نبود تا حالا برگشته باشه. سالت نوان بابی. جشن تولد 21 سالگی شربل هتی 2 هفته قبل از انفجار بود. ما پسرعمومو برای تولدش سورپرایز کردیم. اونم گفته بود ما رو شب سورپرایز میکنه. ازم میپرسن که میدونستیم قراره چی کار کنه؟
گریه همونم نمیده که بگم چه سورپرایزی از این بزرگتر. انفجار بیروت برای بسیاری از لبنانی ها آخرین قطره ای بود که کاسه صبرشان را لبریز کرد و هزاران نفر را باز به خیابان ها کشاند. حالا در قلب شهر این طناب های دار آویخته شده. نمادی از خشم عمیق و استیصال و خونخواهی معترضان که می‌خواهند مسئولان این حادثه و همه سردمداران دیروز و امروز را مجازات کنند. حسی که خانه ماتم زده آتش نشان ها را هم گرفته. یعلقولون مشانق مثل ما قتلولنا اخواتنا مثل ما قتلولی جوزه. من میخوام کسایی که مسئول این فاجعه هستن به دار آویخته بشن. اونا برادر و شوهر و پسرعموی من رو به ماموریت مرگ فرستادن. ربنا ما بيريد انه نحن نحكم على حدا ولا نحن نعلم. میدونم که بر اساس دین مسیحیت این کفره، اما دل ما آتیش گرفته. اما پیش از هر چیز این خانواده هم مثل خانواده دیگر مفقودان فعلا تنها یک چیز میخواهند، داشتن مزاری برای گریستن. اون ستا همیشه با هم با یه ماشین سر کار میرفتن و برمیگشتن. اگه واقعا دیگه مردن، پس ستاشون رو توی یه تابوت برامو بیارین. مطمئنم اونا هم همینو میخوان. اونا روح و جونشون به هم بسته بود، ما فقط همینو میخوایم. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، بیروت. شاخص بورس تهران امروز 65,000 واحد افت داشت. دلیل آن لغو عرضه سهام قابل معامله پالایشگاهی است. در معاملات امروز بازار مالی ایران بیشترین کاهش ارزش مربوط به نمادهای بیمه دانا، گروه پتروشیمی ایرانیان و کشتیرانی جمهوری اسلامی بود که بین 8 تا حدود 10% افت داشتند. بعضی دولت را به ایجاد نوسان مصنوعی در بازار متهم می‌کنند. بعضی می‌گویند این حباب بورس است که سرانجام دارد می‌ترکد و عده‌ای کاهش ارزش سهام را تصحیح قیمتی می‌دانند که در بازارهای بورس طبیعی است. امشب با مهمانان برنامه در این باره گفتگو می‌کنیم. دو مهمان داریم: احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی که از تهران با ما همراه شدند، و سهراب صبحانی، مشاور پیشین بانک جهانی و بانک آسیایی از واشنگتن دی سی. خوش آمدید به برنامه آقایون. آقای سلطانی، با شما شروع بکنیم. گفته میشه که علت اینکه سهام معامله پالایشگاهی عرضه نشده عدم آمادگی زیرساخت ها و ایجاد نشدن صندوق مربوطه بوده. فکر میکنید که چقدر قابل پذیرش این ادعا؟ خدمتتون عرض کنم که از نظر بنده این که حالا فرضاً یه اتفاق حالا خاص که زیاد مهم نیست رو به این وضع کنیم منطقی نیست. ببینید، مسئله اقتصاد جان این است که در 10 سال گذشته، یعنی قبل از تحریم های اول، یعنی توی دوره 99 تا 89، جی دی پی، تولید ناخالص داخلی اسمی ما یا درآمد اقتصادی ما به ارزش های جاری 6 برابر شده، بودجه دولت 6 برابر شده، درآمد مردم ما محاسبه کردیم بر اساس حداقل دستمزدها و شاخصهای دیگه 6 برابر شده، پول 6 برابر شده و همینطور شاخصهای دیگه. اقتصاد همه حول محور 6 برابر میگرده. اما در همین شرایط نگاه میکنیم میبینیم که نقدینگی اولش 8-9 برابر شده، دلار بیش از 20 برابر شده و بورس 70 برابر شده. شما دقت بفرمایید که در اقتصادی که ارزش حقیقیش کاهش یافته، یعنی کوچکتر شده، و ارزش اسمی اون 6 برابر شده، بورس 10 برابر بیش از اقتصاد حرکت بکنه، این نشانه ایجاد یک ابرحبابه. این ابرحباب چطور ایجاد شده؟ با مداخله میتونم بگم دولت، بانک‌های خصوصی، بانک‌های خصولتی
و من جمله سفتوازا و نوستانگیرا و افرادیه که بالاخره در صندل کار هستن. دقت بفرمایید که بورس ایران بورس آمریکا نیست که فرضاً بنگاه‌های فناوری مثل آمازون یا اپل یا مایکروسافت پیشتاز باشن. بورس ایران 80% شامل بنگاه‌های خصولتی یعنی شبه دولتی و بانک‌های خصوصی و اوراق دولتیه. یعنی بورس ایران ماهیت بازار سرمایه خصوصی نداره، ما با ماهیتش بازار سرمایه دولتیه. بنابراین مداخلات و تغییراتی که صورت میگیره توسط عوامل توی بانک‌های خصولتی و بانک‌های خصوصی دولت هستن. و این را عرض کنم خدمت همه که ما متاسفانه از سال 92 دچار یه پدیده‌ای بودیم توی اقتصاد ایران که پدیده خوبی نبوده. ببینید از 92 تا 96-97 سودهای سپرده بالا دادن، سپرده رو جمع کردن و بعدش با بی‌ارزش کردن پول ملی نه تنها سود سپرده بلکه اصل پول سپرده گذاره هم از جیبشون کشیدن بیرون. این از این دوره. در سال 97 شما میبینید که با وجود این که در سال 97 ما 100 میلیارد دلار دقت بفرمایید 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشتیم، 100 میلیارد دلار هم درآمد ارزی ما سال 97 بوده. دلار میرسونن تا 18000 تومان. برآورد ما اینه که حداقل 7 8 میلیارد دلار دلار گران میفروشن میرن پایین. سال 98 هم همین بازی انجام میشه. سال از آخر 98 و 99 این بازی پانزی میاد تو بازار سهام و برای اینکه کسب درآمد بشه، برای اینکه زینفان استفاده کنن. و ماجرای جالبی نیست. ببینید دقت بفرمایید در شرایط رکود اقتصادی فعلی، رکود تورم فعلی، هنگامی که یه مقدار سرمایه مردم جذب میشه باعث میشه رکود بیشتر بشه، باعث میشه مشکلات بیشتر بشه، بیکاری بیشتر بشه. اینو عرض کنم خدمتتون و اینها باعث میشه که مشکلات ما بیشتر بشه. کل سرمایه‌ای که از توی بازار، از توی مردم دولت از طریق بورس جمع کرده، ببینید حدود برآوردهای ما و اعلام دولت نشون میده که 70-80 هزار میلیارد. صحیح. اجازه بدید از نظر آقای صبحانی هم بشنویم. آقای صبحانی 6-7 هزار میلیارد تومان حباب ایجاد کردیم که وقتی این حباب بترکه که خواهد ترکید، اینو علم اقتصاد میگه، ما به خاطر 60-70 هزار میتونیم 6-7 هزار 100 برابر حباب ایجاد کردیم. صحیح. واقعا منطقی نیست. آقای صبحانی شنیدید صحبت‌های آقای سلطانی رو و به عنوان اقتصاددانی که از خارج از ایران اقتصاد ایران رو بررسی می‌کنید، ارزیابیتون چیه از وضعیت امروز بازار بورس؟ والا جواب من میتونه در دو قسمت باشه. یک، اگر خودم شخصا 100 دلار داشتم امکان نداشت که این پول رو ببرم بذارم توی بورس ایران. چرا؟ چون که نهایتاً یک، شفافیت وجود نداره، دو، قانون وجود نداره و این دو امر یعنی وجود قانون خرید و فروش سهام و شفافیت دو عامل مهمی است که لازمه برای ثبات در دنیای سرمایه گذاری. به همین دلیل هم است که وقتی شما مقایسه میکنید، شاید هم مقایسه درستی نباشه، ولی به هر حال بورسای آمریکا رو شما نگاه میکنید، بزرگترین بورس دنیا که در نیویورک هست، نیویورک استاک اکسچنج، ارزشش حدود 30 تریلیون دلار هست. تکرار میکنم 30 تریلیون دلار. دومین بورس بزرگ دنیا باز هم در آمریکاست که بیشتر روی مسائل شرکت‌های تکنولوژیه که اونجا ارزشش حدود 11 تریلیون دلار هست. پس به عنوان شخصی که سرمایه گذاری میکنه توی بورس آمریکا، من شخصا به هیچ وجه حاضر نبودم که بیام در ایران پول بذارم تو بورس ایران. حتی اگر که شما فرضاً 100 دلار که اشاره کردید بخواید نقد نگه دارید، ارزشش در عرض چند ماه نصف میشه، اما بدونید که اگر بذارید در بازار بورس میتونه به سرعت رشد پیدا کنه. باز هم من حاضرم اون 100 دلار رو بذارم تو شرکت آمازون یا شرکت اکسان، چون میدونم که از نظر محاسباتی اینها شفاف هستن. یعنی رئیس شرکت آمازون جوابگو هست به دولت آمریکا، به سهامدارها و همینطور شرکت اکسان.
یعنی 100 دلار من درسته یک ریسکه، اما ریسکی حساب شده که من میدونم که نهایتاً این 100 دلار رو من میتونم دنبال بکنم و اگر اختلاسی پیش بیاد دست من میرسه به خود شرکت آمازون و به خود دولت آمریکا. آقای سلطانی، بسیاری معتقد بودند که رشد بازار بورس ایران در ماه‌های اخیر حباب از مرز 1 میلیون شاخص گذشت، به 2 میلیون هم رسید. این حبابه به نظر میاد که کماکان داره بزرگ میشه. تعریف ما از حباب چیه؟ اگر که به هر حال یک عده‌ای در همین حباب دارن سود میکنن. ببینید، بزرگ بهترین تعریفی که از حباب میشه به اصطلاح مارکت کپیتالیزیشن یا شاخص وارن بافت هست که میاد نسبت بورس رو به تولید ناخالص اندازه‌گیری میکنه. دقیق بفرمایید که برای آمریکا الان این شاخص از 170%. خب برای بورس ما از 300% فراتر رفته. یعنی شما دقیق بفرمایید بازار سرمایه آمریکا که حدود 45% بازار سرمایه جهان هست، شما این 170% مال ما 300% هم گذشته. و این یکی هست، یکی این که نسبت به نقدینگی ارزش جاری بورس الان بیش از 3 برابر شده و اینها و این عدد ها یک سال پیش 1/10 الان بوده، 1/8، 1/7 الان بوده. ببینید، ما 10 سال هست، دقت بفرمایید 10 سال هست که تحریم هستیم، حالا با یه فاصله کوتاهی نبودیم. تشکیل سرمایه پایینه، یعنی بنگاه بورسی که 10 سال پیش تجهیزات تولیدش نو بوده و به حدی بروز بوده الان فرسوده شده. چطور میشه بعد از 10 سال ارزش بورس 10 برابر بیش از اقتصاد بزرگ بشه، در حالی که همه این ماشینالات، فناوری ها و همه یه تکنولوژی هایی که تو اینا بکار رفته اینا فرسوده شده. و مسئله مهم دیگه که میخوام عرض کنم نسبت پی توی، یعنی نسبت قیمت به درآمد بنگاه بورسی، طبق همون اطلاعات به اصطلاح بورس تهران میگوید که 75% از کل تعداد بنگاه بورسی ما یا زیانده هستن یا سوددهیشون به قدری پایینه که توجیه نداره. یعنی ما بخوایم برشماری کنیم، خیلی شاخص های مختلفی هست که این حباب نشون میده. اصلا در این شکی نیست، طبق هر قاعده در اقتصاد و در هر جای دنیا بخواید اینو اندازه بگیرید نیست. ببینید، من یه مثال دیگه بهتون بزنم. توی ترکیه در این چند وقت اخیر خیلی جالبه، به خاطر اینکه گردشگریش متوقف شد و تراز ارزش به هم خورد، در این کشور بازار سرمایه‌اش سقوط پیدا کرد. ما جالب این که دوچار مشکل ارزی میشیم، ارزش پول میاد پایین میره بالا. من منظورم این است که به طبق هر قاعده، هر تجربه در این شکی نیست و اصولا با بازارسازی، با ایجاد جو، با به اصطلاح تجهیز، با استخدام لشکری از اقتصادخوانهایی که وابسته به دولت و این شرکت های خصوصی و بانک های خصوصی هستند و به اصطلاح رسانه های دیگه و فشار دولت و مثال دیگه، مردم هراسان کردن که آقای مردم فرار، برید به سهام بخرید، برید دلار بخرید. بنده اینجا عرض میکنم و تاریخ این را نشان خواهد دید، نه تنها بورس، حتی قیمت دلار هم دوچار حباب هست و اینها مثالش انشالله در آینده فرصتی باشه باز خواهیم کرد که چه اتفاقات میفته. آقای سلطانی، بازار بورس آمریکا هم در طول تاریخ، آقای سبحانی ببخشید، بازار بورس آمریکا هم در طول تاریخ چند بار سقوط کرده. آیا شما نشانه های سقوط رو در نشانه های احتمالی سقوط رو در بازار بورس امروز ایران میبینید؟ در آمریکا شکی نیست، همونطور که اشاره کردید سقوط کرده بورس آمریکا، اما نهایتاً دولت به موقع میاد و میونجیگری میکنه و با بانک هایی که خیلی قوی هستن هماهنگ میکنه که سعی کنه دوباره زیر بازار خالی نشه و به همین دلیل هم هست که مردم اطمینان دارن. حتی در ماه مارس گذشته که بورس آمریکا بسیار بسیار افت کرد، اطمینان مردم به بورس آمریکا هنوز قوی بود، اما متوجه شده بودند که خب به یه دلایلی بورس افتاده. یعنی این اطمینانی که در مردم آمریکا هست و در شرکت‌ها هست
برای سرمایه گذاری هنوز هست. چرا؟ 52% تمام بازنشستگی های آمریکایی ها، من جمله مال خود بنده، در بورس آمریکاست. 37% تمام آمریکایی ها صاحب یک نوع سهام هستند و به همین دلیل هم هست که شفافیت هست در سیستم و همونطور که اشاره کردم قانون هست و به همین دلیل وقتی که میاد پایین بورس نهایتا دوباره برمیگرده. آقای سلطانی، حسن روحانی چند روز پیش از این خبر داد که یک راهکاری قراره ارائه بده که منجر به گشایش اقتصادی میشه، همزمان شاهد افت شاخص بورس هستیم. ببینید، این که بورس تهران شاخصی صعود میکنه یا نزول میکنه، این ربطی به اقتصاد یا پارامترهای اقتصادی نداره. من نمیگم که حالا کاهش ارزش اثر نذاشته یا قیمت دلار اثر میذاره، ولی عمده افزایش شاخص به خاطر پارامترهای اقتصاد سیاسی است، یعنی مداخله دولت. مداخله شما دقت بفرمایید، من یه مثال میزنم ببینید چرا این اتفاق ها میفته. 70-80% بورس ایران مدیران بنگاهاش مدیرهای منصوب دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و ارگانها و اصلاح غیر بخش خصوصی هستند. و اینو دقت داشته باشید که 80% بورس ایران، حتی با قاطعیت میتونم بگم 90% بورس ایران، اگر رانت هایی که توسط دولت مثل رانت معدنی ارزون، رانت انرژی ارزون، رانت نفت و گاز، رانت سرمایه، رانت های مختلف، رانت به اصطلاح بازارهای بسته مثل خودروساز برداشته بشه، همه این شرکت ها بلافاصله سقوط میکنن، این اصلا ارزششون صفر میشه. ببینید، من منظورم اینه که بازاری که متشکل از یک سری بنگاه‌های خصوصی ورشکسته و بعضاً زرده است که با زور دولت سر پا هستن، این بازار اصلا ارزش ذاتیش خیلی پایین‌تر است حتی از چه. ببینید، و اینو دقت داشته باشید که شاخص بورس جهانی، شاخص بورس S&P 500 آمریکا، شاخص بورس NYSE که آقای دکتر فرمودن و همه اینها در طول یک سال گذشته 10% بالا پایین شده، ولی شاخص بورس ما 7-8 برابر نسبت به شاخص بورس دنیا رفته بالا. این یعنی چی؟ اون هم در شرایط تحریم، در شرایط کرونا، در شرایط مشکلات و بحران‌های عظیم کشور. این یعنی همه اینها نشون میده این فقط مداخله دولت و شبه خصولتی ها هست. آقای صبحانی، اشاره کردن آقای سلطانی به دخالت سیاسیون در بازار بورس ایران، چقدر در بازارهای بورس جهانی این معموله که دولت‌ها تا این میزان دخالت بکنند؟ مرسوم نیست، اما چرا هست؟ مثلا در بازار بورس عربستان سعودی که اسمش از تداول دولت عربستان، شاید از حد بیشتری هم نفوذ داره هم فعالیتش بیشتر هست. اما اونی که مربوط میشه به آمریکا، خب بازاریش که عموماً در دست بخش خصوصیه و به همین دلیل هم هست که شما میبینید که 70 شرکت اسرائیلی موفق ترین شرکت ها در بورس آمریکا هستن. چرا؟ چون که میدونن که اگر بیان و شرکت خودشونو در بورس آمریکا به ثبت برسونن، میتونن سرمایه جلب بکنن. شاید برای بینندگان شما جالب باشه که بدونن که سال پیش شرکت هایی که از صفر شروع کردن، یعنی واقعا در صفر بودن، اما یک کالای جالبی میخواستن ارائه بدن یا یک تکنولوژی جالبی میخواستن ارائه بدن، 58 بیلیون دلار سرمایه جمع کردن از بورس آمریکا. باعث تأسفه که آقای روحانی و دولتمندان ایران متأسفانه دست دشمنی با آمریکا دراز کردن، در صورتی که خلاقیت ملت ایران میتونه به یک جایی برسه که شرکت‌های ایرانی بتونن بیان از این موقعیتی که آمریکا فراهم کرده برای شرکت‌های اسرائیلی، برای شرکت چینی مثل علی بابا استفاده بکنن، چون میتونه اون دانشمند ایرانی یا اون سرمایه گذار ایرانی بیاد در بورس آمریکا شرکت بکنه و واقعا یک شرکت ارزشمندی رو به ثبت برسونه و بزرگ بکنه. جایسه تأسفه، خیلی باعث تأسف.
متشکرم از هر دوی شما. احسان سلطانی پژوهشگر اقتصاد از تهران با ما و سهراب صبحانی مشاور پیشین بانک جهانی و بانک آسیایی. یکی از حقوقدانان و فعالان محیط زیست ایران امروز اعلام کرد به اسنادی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد دیوان عالی ایران 17 سال پیش اراضی ملی را غیر قابل وقف اعلام کرده. این رأی در جریان پرونده مالکیت اراضی جنگلی آق مشهد صادر شد. اما گفته شده اسناد این رأی دیوان عالی که به شکلی نامعلوم گم شده بود به تازگی پیدا شده و تحویل قوه قضاییه داده شده. همکارم سیاوش حدانون جزئیات خبر رو دنبال کرده، اینجا در استودیو با ماست. جریان این اسناد رعنا، این یه داستان مفقود شدن یک سند مهم کشوری است و همینطور داستان خارج شدنش ظاهراً از حافظه جمعی کسانی که واسه این رو به یاد می‌سپردند. داستان از اینجا شروع میشه. 19 اسفند سال 1380 مجلس ششم به ریاست مهدی کروبی یک ماده واحده رو تصویب میکنه که در اون اساساً میگه اراضی ملی قابل وقف نیستند. این قانون به تایید شورای نگهبان هم میرسه. دو سال بعد یک مدعی واقف در جنگل‌های آق مشهد ادعای مالکیت بر 5600 هکتار از اراضی آق مشهد میکنه. دیوان عالی به نفع سازمان جنگل‌ها و اداره منابع طبیعی رأی میده. اما این رأی که باید اداره منابع طبیعی هم یک نسخش رو میداشت، سندش گم میشه. یعنی از بایگانی اداره منابع طبیعی خارج میشه و دیگه هم کسی ازش خبردار نمیشه. سازمان اوقاف 10 سال بعد مجدداً پرونده آق مشهد رو به جریان میندازه و بالاخره موفق میشه که مالکیت خودش رو بر این 5600 هکتار از اراضی جنگلی آق مشهد تثبیت بکنه. بعدش هم که ماجرای وقف بخشی از کوههای دماوند رو داشتیم. حالا ما نمیدونیم چقدر از اراضی این سند کجا بوده این مدت؟ در بایگانی اداره منابع ملی نبوده. به یک نحوی اونجا مفقود شده. سازمان اوقاف هم که خب اگر هم داشته چیزی نگفته، مدعی بوده در واقع. قوه قضاییه هم در بایگانی خودش داشته، ولی جالب اینجاست که نه کسی در قوه قضاییه، نه هیچ کدوم از نمایندگان ادوار مجلس ششم و نه حتی هیچ کدوم از اعضای حقوقدان یا فقهای شورای نگهبان نگفتن که ما همچین رأیی رو داریم، همچین مصوبه‌ای رو داریم و اصلا نیازی به کل این جنجال ها نبوده. حالا یک حقوقدان به اسم محمد داسمه موفق شد که این سند رو پیدا بکنه، پیوستی که مجلس هم تصدیق کرد پیدا کرد و بنابراین این میتونه مبنا قرار بگیره در تمام منازعات بعدی که بین سازمان جنگل ها و سازمان اوقاف بر سر این که اراضی ملی هستند یا وقفی میتونه وجود داشته باشه. پس یعنی ممکنه که روی پرونده های دیگه هم تاثیر داشته باشه، از جمله مسئله دماوند؟ 100%. اول از همه رو خود پرونده آق مشهد تاثیر میذاره، چون بالاخره اونا یک اراضی مهم جنگلی هستن که شاید به لحاظ زیست محیطی حتی مهمتر از دماوند هم باشن. بعد همینطور مسئله دماوند و حتی ما میدونیم حدود 10 سال پیش 2 میلیون هکتار اراضی مورد مناقشه وجود داشته، اراضی ملی بین سازمان جنگل ها و سازمان اوقاف. دقیقا نمیدونیم تا الان در جریان مناقشه دادگاه ها چقدر از این اراضی رو به سازمان اوقاف دادن و چقدر به نفع سازمان جنگل ها رأی دادن، ولی حالا بر اساس این سندی که پیدا شده و همینطور بر اساس مصوبه مجلس ششم که به تایید شورای نگهبان رسیده و همینطور بر اساس جواب یک استفتایی که رهبر ایران هم داده بوده در یک زمان که اراضی ملی موقوف شدنی نیستند، دست قوه قضاییه بسیار بازتر هستش که بتونه این اراضی رو از دست سازمان اوقاف خارج کنه و برگردونه به دولت. متشکرم سیاوش اردلان در استودیو با ما. در بریتانیا عده‌ای خواستار تعطیلی مراکز مشاوره برای تغییر گرایش جنسی هستند. نخست وزیر بریتانیا این مراکز را چندشاور خوانده و قول داده این نوع مشاوره روانی را غیرقانونی اعلام کند. اما واردی خبرنگار بی بی سی در ایرلند شمالی با مردی که این شیوه را برای تغییر گرایش جنسی تجربه کرده و ضربه روحی شدید خورده صحبت کرده. برنامه‌های استعدادیابی تلویزیونی معمولاً جای مطرح کردن درمان‌های جنجالی نیست. اما ماتیو گرگ، شرکت کننده اهل مالت، وقتی اعلام کرد قبلاً همجنسگرا بوده، سر و صدای زیادی به پا کرد. او الان مدیر خیریه‌ای به نام مشکلات بنیانی است که عقیده دارد گرایش جنسی را می‌شود عوض کرد. فکر می‌کردم درونم مشکلی عمیق دارم و کمک می‌خوام. گرت دکتری است در منچستر که در ایرلند شمالی بزرگ شده.
او 4 سال با سازمان مشکلات بنیانی روان درمانی می کرد. I was about 14 years old when I first became aware that I was attracted. 14 سالم بود که فهمیدم به مردا گرایش دارم. تو محیطی که بودم حرف زدن راجع به این مسئله سخت بود. آخرش به یه نفر تو کلیسا داستان رو گفتم. اونا من رو به یک روانکاو معرفی کردن. They had known of someone that would be able to offer therapy. با چه ذهنیتی این روان درمانی رو شروع کردی؟ I just knew that I needed to get rid of. فکر می‌کردم باید این قسمت از وجودم رو تغییر بدم و با نیتی 100% وارد دوره شدم. ولی خیلی زود بعد از شروع دوره سلامت روانم شدیداً لطمه خورد و بدتر شد. فشار وحشتناکی رو هست که اطمینان داشته باشی و سخت‌تر تلاش کنی و مشکلاتی که ممکنه باعث این وضعیت شده باشن رو ریشه یابی کنی. Eventually Gareth ended the therapy. در نهایت گرت این درمان رو ترک کرد. او الان علناً همجنسگرا است و در یک رابطه. داغون شده بودم. الان آدم‌های دیگه‌ای دارن همین رو تجربه می‌کنن. در ایلند شمالی مایک دیویدسون مؤسس سازمان مشکلات بنیانی واژه درمان برای تغییر گرایش جنسی را قبول ندارد و میگوید سازمانش از افرادی که میخواهند همجنسگرایی را ترک کنند حمایت میکند. درسته که بخواهیم گرایش جنسی مردم را عوض کنیم در حالی که نمونه های واضحی از ناکارآمدی این روش وجود داره. ما نمیخواهیم کسی را عوض کنیم. مردم هستن که میان دنبال ما چون شنیدن بعضی ها مسیرشون را عوض کردن. اما دست کم برای عده این خطر هست که سلامت روانیشون خیلی بدتر بشه. Well, that is a concern. بله، این نگرانی هست، ولی اولش بهشون این رو گوشزد میکنیم. ما میخواییم آدم ها انعطاف گرایش جنسی رو تجربه کنن و فهمیدیم که وقتی بعد از یک مدت رفتارتون عوض بشه، احساساتتون هم عوض میشه. فعالان دگرباش میگویند هدف این مؤسسه جا انداختن این ذهنیت است که همجنسگرا بودن خطاست. آنها میخواهند این سازمان منحل شود. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفته قبل از وضع قوانین جدید دولت در موردش تحقیق میکند. تحقیق میگه که ما نمیتونیم گرایش جنسی افراد رو عوض کنیم و نباید به مراکز درمانی اجازه داد سعی کنن اون رو تغییر بدن. اما تعریف این برنامه و مرزهایش مشخص نیست. اما واردی، بی بی سی نیوز. به پایان 60 دقیقه امشب رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون. مراقب هم باشید.